درود به همه، خوش اومدیم به نوین درس آموزش فاینال کات. بریم درس قبلی رو کامل کنیم، یعنی سلک کردن کلیپ ها و این درس سلک رنج. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. گفتیم که با درگ کردن میتونید بخشی از کلیپ رو انتخاب کنید. زمانی که موس رو روی خط زرد سمت چپ قرار بدیم، میبینید دو تا فلش ظاهر میشه که میتونیم به راحتی با چپ و راست کردن اون محدوده انتخاب شدهمون رو تغییر بدیم. اگه مدت زمان یک کلیپ طولانی بود، میتونید با ادامه دادن درگ موس مابقی محدوده زمانی که میخواد رو انتخاب کنید و به صورت اتوماتیک محدوده انتخابی شما به پایین انتقال پیدا میکنه. برای اینکه بتونید محدوده زمانی نمایش کلیپ در پنجره برازر رو کنترل کنید، روی این آیکون کلیک کنید و این بخش رو هر چقدر به سمت چپ بیارید محدوده زمانی نمایش کلیپ کمتر و هر چقدر به سمت راست ببرید بیشتر میشه. این کار باعث میشه تا بتونید به راحتی اون بخشی از کلیپ که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. این خط قرمزی که روی کلیپ ظاهر میشه همون پلی هد در تایملاین هست که هر جایی که اون قرار داشته باشه شورتکات آی به معنی اینپوت رو بزنید، یعنی ابتدای محدوده انتخاب رو مشخص میکنه و او آوتپوت انتهای محدوده انتخاب. تو درس قبل گفته بودیم که برای انتخاب تمام محدوده زمانی یک کلیپ از شورتکات X میتونید استفاده کنید و برای اینکه کل محدوده انتخابی رو دیسلکت کنید همراه با نگه داشتن آپشن X رو بزنید. بریم سراغ ابزار رنج سلکشن که در این بخش قرار داره. میتونید با کلیک کردن اون رو انتخاب کنید و یا از شورتکات R استفاده کنید. میبینید موس به رنگ قرمز در میاد و آیکون رنج سلکشن کنار اون ظاهر میشه. این ابزار روی تمام کلیپ ها عمل میکنه و میتونید بعد از اینکه یه محدوده رو انتخاب کردین با نگه داشتن موس در این قسمت دوباره اون رو مطابق پنجره برازر تغییر بدین. اما زمانی که یه بخش رو با این ابزار انتخاب کنید و بعد دیلیت رو بزنید، فقط همون بخش از کلیپ پاک میشه و مابقی کلیپ ها که به تصویر اصلیتون لینک شدن سر جای خودشون باقی میمونن. این کار رو میتونید روی تایتل هم امتحان کنید و یا روی صدا. ابزار رنج سلکشن کارایی متفاوتی داره. مثلا این بخش از صدا رو انتخاب میکنیم و میخوایم فقط همین محدوده انتخاب شده لول صدای ما کمتر بشه. میبینید که به بخش‌های دیگه دست نمیزنه و فقط همین محدوده رو کنترل میکنه که میتونید با استفاده از شورتکات کنترل مثبت صدا رو زیاد کنید و با کنترل منفی حجم صدا یا لول صداتون رو کم کنید که حالا در درس مربوط به صدا گذاری این بخش رو بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا اگه یک کلیپ رو انتخاب کنید، میتونید با نگه داشتن کامند و زدن فلش سمت چپ روی کلیپ های دیگه حرکت کنید و در اصطلاح اونها رو سلک کنید و یا با زدن فلش پایین میتونید کلیپ صوتیتون رو انتخاب کنید و به راحتی روی کلیپ های دیگه حرکت کنید. اینم از ابزار رنج سلکشن که در درس‌های بعدی کاربردهای بیشتری رو از اون خواهیم دید. امیدوارم که آموزش‌های ما براتون کاربردی باشه. برای حمایت ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.